بسم الله الرحمن الرحیم ایام میلاد با سعادت حضرت ولی اص ارواحنا له الفدا رو خدمت همه مردم عزیز تبریک و تهنیت ارز می کنیم و به محضر همه مسلمانان جهان و به یک معنا به محضر همه اونهایی که منتظر هستند در سطح جهان ولو اینکه دارای اعتقاد و ادیان دیگر هستند چون تعبیر قرآن مجید هم این هست که انتظار پایان صلح و عدالت و حکومت عادلان مخصوص اسلام نیست به سراحت قرآن میگه و لقد کتبنا فی من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ما قبلا در ذکر و در تورات و در زبور این رو نوشته ایم و مسئله انتظار ظهور یک منجی در واقع جزو اعتقادات همه ادیان آسمانی است و البته در دین اسلام و به ویژه در مذهب تشیع و رنگ و بوی خاص خودش رو داره ما خیلی دقیقتر سریحتر با نام و نشان از اون منجی یاد میکنیم و با علائم نسبت به زمان ظهور گرچه هیچ کس نمیتونه بگه چه زمانی این ظهور اتفاق میفته و لذا در روایات ما برای اینکه کسی سوء استفاده نکنه گفته هر کس که گفت من اون حضرت رو ملاقات میکنم یا ملاقات کرده هم او رو تکسیب کنید و بگید دروغ میگه و هر کس زمان رو تعیین کرد او رو تکسیب کنید هر که بگه یه سال دیگه یه هفته دیگه اینا جزء مواردی است که لا یعلم الغیب الا هو فقط خداوند بزرگ آگاه اما اونی که برای ما مهم هست امید با آینده است و از امید بالاتر آمادگی است انتظار ظهور حضرت ولی عصر هم به معنای امید با آینده است و هم به معنای آمادگی برای صلح و عدالت در سراسر جهانه و لذا هر کس در عمل و در زندگیش میشه دید که آیا او واقعا منتظر هست یا منتظر نیست اونی که در زندگی فردیش در زندگی جمعیش به ای است که الگوش تلاش برای رسیدن به عدالت که خب معلوم او منتظر هست و درست میگه و همونطور که در روایات ما آمده فرمود شیعیان ما رو از عمل اونها بشناسید اونهایی که در عمل مسیر درست رو انتخاب کردند و امامت ائمه هدا رو در عمل اونها مشاهده میکنیم اونا شیعیان واقعی هستند بنابراین در دین ما و در مکتب ما یأس برای آینده معنا نداره و سراسر زندگی ما باید امید باشه و اعتقاد بر این که پشت سر هر پیچیدگی هایی بومبست هایی بالاخره فرج هست فرج به همین معناست که گشایش خواهد بود اینکه ما بگیم بنبست گره باز است این ما نباید در ذهنیتمون باشه و همیشه باید منتظر گشایش و منتظر فرج باشیم و در این مقطع زمانیمون بیش از هر زمان دیگر ما نیازمند این اعتقادیم نیازمند این عقیده هستیم و این انتظار هر مقدار بیشتر بشه و این اعتقاد هر چه قوی تر بشه سکون و آرامش و جهانبینی واقعی برای انسان حاصل میشه مهدویت به ما یک جهانبینی واقعی میده میگه آینده جهان آینده صلح و عدالت و پایان همه گره ها و فرج و گشایش واقعی است و بنابراین این ایمان و اعتقاد میتونه زندگی ما رو نشاط ببخشه از ناامیدی ما رو نجات بده از غم و از افسردگی ما رو برهانه و آینده جهان رو آینده باشکوه زیبا و پر از عدل و داد و اون که در روایات ما آمده نه عدل جزئی یملع الله الارض بهی قسطن و عدلا این قسط و عدل سراسر جهان رو فرا میگیره و بنابراین ایده بسیار مهمی ما داریم فردا روز ایده بزرگ ما هست روز نیمه شهبان و امیدواریم با عنایت اون حضرت و دعای اون حضرت دست همه ما رو بگیره در این ایام سخت و سریعتر در یک شرایط عادی و معمولی مردم با آرامش بیشتر بتونن به فعالیت اجتماعیشون و به مسائل شخصی خودشون انشالله ادامه بدن همچنین ما بیستم فروردین روز هستئی هم هست روزی که ما همه سال جشن هستئی میگیریم و هر ساله ما افتتاهای بسیار فراوانی داریم امسال هم بود برنامه ریزی برای از سال گذشته یعنی برنامه ریزی شده بود بسیاری از پیشرفت های علمی هسته ای که ما در این مدت پیدا کردیم مخصوصا از اردیبهشت پارسال که قدم به قدم ما مسیر رو برای فعالیت بیشتر باز کردیم و همه محققین ما بدون هیچ مانعی فعالیت های خودشون رو در بخش های مختلف ادامه میدادند و به دستاورد های بسیار بزرگی رسیدند حالا این ایام خیلی مناسب اجتماعات و اینها نبود میذاریم برای یک فرصت مناسب دیگر برای اینکه همه اون دستاوردها برای مردم تشریح بشه و نشون داده بشه این دستاوردها در زمینه پزشکی در زمینه بهداشت و درمان هم جای خاص و ویژه‌ای داره و امروز علم هستی و دانش هستی میتونه به ما کمک بکنه ما همین دیروز در ویدیو کنفرانسی که با های مختلف داشتیم در یکی از ها دیدیم که یک مرکز پرتودهی گاما چگونه همه ماسک هایی که اونجا میاد پرتودهی میکنه و در واقع مناسب میکنه برای استفاده از اون ماسک ها و در بخش های مختلف حالا کشاورزی غیر کشاورزی آثاری که داره و گسترشی که باید پیدا بکنه میتونه برای ما بسیار مؤثر باشه من در همین جا اشاره می کنم به این مسئله که موضوع کرونا گرچه سختی ها و رنج هایی رو برای جامعه ما به ارمغان آورد اما در زمینه علم و دانش و شرکت های دانش بنیان در زمینه سلامت و نیازمندی هایی که بخش درمانی و پزشکی ما داره قدم های بسیار خوبی برداشته شده و این قدم ها بسیار ارزشمنده امروز در کیت های آزمایشگاهی تقریبا ما کم کم رو پای خودمون داریم و تولیدات داخلی ما به اندازه کافی در اختیار ما قرار میگیره و روز به روز هم این تولیدات میتونه هم بیشتر بشه و هم با شیوه های جدید و با فناوری های جدید این کار صورت بگیره چند روز پیش در همین جای نمایشگاهی که بود و ما بازدید کردیم دیدیم که در زمینه سی تی اسکن اونچه که دستاورد یک شرکت دانش بنیان بود در یک زمان بسیار کوتاهی را این عکس رو برای ما تفسیر میکنه بیان میکنه میگه نقص کجاها هست در ریه و خب اینا همه تلاشی است که در زمینه علم و دانش داره صورت میگیره همین امروز در جلسه صبح دولت معاون علمی فناوری ما اطلاع داد که کیت های جدیدی در اختیار قرار گرفته که البته این کیت ها کار دیگری رو انجام میده اما مکمل کارهای گذشته است این کیت ها به ما نشون میده در یک زمان بسیار کوتاهی که طرف آیا ویروس کرونا رو گرفته و پشت سر گذاشته یا نه یعنی به روشنی به ما نشون میده که آنتیبادی تشکیل شده یا نه در یک زمان کوتاهی این خوب خیلی میتونه مفید و مؤثر باشه برای بسیاری از افرادی که در جامعه ما این ویروس به اونها اصابت کرده علامتی هم نداشتن مشخص هم نبوده دوره رو هم پشت سر گذاشتن خب امروز این کیت میتونه به راحتی به طرف اطمینان بده و در واقع یک مجوز خوبی به طرف میده برای اینکه خیالش راحت باشه و بدونه که شرایطش بگونه ای هست که حالا اقل برای مدتی حالا کاری به زمانش نداریم اقل امسال علالقایده میتونه این آنتیبادی او رو حراست بکنه و حفاظت بکنه در برابر این بیماری هر روز که ما پیش میریم در علم و دانش و تولید همچنین در, در کنار این فناوری تولید هر روز برای اینکه ما رو در ماسک بی نیاز بکنند در مایع ضد عفونی ما رو بی نیاز بکنند نیازمندی های تجهیزات پزشکی ما انجام بگیره امروز هم برای تنفس مصنوعی در داخل تولید ما فعال شده در شرکت های دانش و ما دیدیم ونتیلاتور هایی که به دست عزیزان ما تولید میشه و عدد خوبی هم هست تولید میشه به اندازه ای که تقریبا نیاز بخش پزشکی ما هست داره تولید میشه سی تی اسکن داره تولید میشه که ارزشمند میتونیم اینا رو افزایش بدیم بنابراین هم در تجهیزات پزشکی و هم در تجهیزات ضد عفونی و نیازمندی های مردم نیازمندی های پرستاران ما پزشکان ما قدم بسیار خوبی برداشته شده شما برگردید به اون روزهای اولیه نگاه کنید ما یه تعداد دانشجو از چین میخواست بیاد ایران همون روزهای اولیه و میخواستیم یه جایی قرنطینه بشه مونده بودیم که کجا اینها قرنطینه بشن هر کجایی بهشون اعلام میشد به یه صورتی شانه از زیر بال خالی می کردن. نه بیمارستانی حاضر بود نه جایی حاضر بود اینا را پذیرا باشه از ترس کرونا یعنی این بیماری اونچنان وحشتی رو ایجاد کرده بود حالا این بندهای خدا معلوم نبود که مشکلی داشته باشن بعدم معلوم شد که اصلا مشکلی نداشتند در دوره قرنطینه که بودن اما در این حال این ترس ایجاد کرده بود وقتی هم که این بیماری در کشور ما شروع شد در روزهای اولیه ترس و وحشت زیادی رو ایجاد کرد در میان پزشکان ما پرستاران ما دلیلش روشن بود برای اینکه همه تجهیزات لازم همه آمادگی لازم روز اول نبود امروز وقتی یک پرستار ما میتونه از لحاظ لباس از لحاظ گان از لحاظ ارز کنم که ماسک سایر تجهیزات امکانات در اختیار او قرار بگیره خب با اطمینان خاطر میره بیمارستان درمان میکنه و اون حالت استرابی که روز اول ایجاد شده بود اون حالت استراب الحمدلله امروز وجود نداره بیمارستان های ما فعالن پزشکای ما پرستارای ما و من در اینجا میخوام نکته دیگری رو خدمت مردم و عزیزمون عرض کنم و اون تلاش تولید در کشوره ببینید در این شرایطی که ما هم شرایط تحریم داریم هم شرایط این ویروس هست و این مشکلات هست مردم در زمینه مواد غذایی الحمدلله در فروشگاه ها وفور رو مشاهده می کنن. حتی در مواد بهداشتی وفور رو مشاهده می کنن انشالله امیدواریم در زمینه ماسک و امثال اینها هم در آینده نزدیک ما بتونیم به خودکفایی برسیم امروز وزارت سمت ما تلاش بسیار زیادی رو شروع کرده اصناف ما تلاش خوبی رو شروع کردن بعضی از خط تولیدها رو تغییر دادن من دیروز که با این ها صحبت می کردم خیلی از اونها معتقد بودن ما بیش از اینها ما میتونیم الکل تولید کنیم به ما مجوز بدن ما استان خودمون خودکفا میکنیم به استانهای دیگر میفرستیم ما باید همه مقررات و امکانات لازم رو در اختیار مردم عزیز ما قرار بدیم الحمدلله تولید ما کشاورزان ما کارگران ما مهندسین ما از همه اونها سپاس گذاریم از همه اونها متشکر هستیم شرایط آرامی رو برای جامعه ما ایجاد کردند. من در این چند روز که تقریبا با همه استان ها صحبت کردم با ویدیو کنفرانس و در بسیاری از استان ها با مراکز تولیدی البته تولیدی که عمدتا برای ضد عفونی و, و ماسک و چیزایی که مورد نیاز ما هست از این کارگاه ها پرسیدم که شما در طول کارتون که در ماه اسفند فروردین از همیشه فعال تر بودید آیا کسی از افراد شما هم دچار این ویروس شده من در مواردی که با اینا صحبت کردم هیچ موردی نبوده فقط یه مورد بود که گفتن یکی دو نفر از افراد ما مبتلا شدن و دو مرتبه دورشون گذراندن و به کار برگشتن اکثریت قاطع اونها میگفتن ما مشکلی نداشتیم در این زمینه وزیر نفت ما یه حرف بسیار خوشحال کننده ای زد و گفت در همه فعالیت هایی که ما داریم در زمینه بخش نفت که همه اونها احتیاطات لازم رو انجام میدن و مراعات میکنن رول عمل رو ما هیچ موردی در مراکز تولیدی ما مبتلا به کرونا نداشتیم اینا بسیار ارزشمنده به ما درس میده به اینکه ما میتونیم کار تولید رو به خوبی انجام بدیم اما در این حال مبتلا هم نشیم یعنی همه دستورالعمل ها و پروتکل ها رو به خوبی مراعات بکنیم تمام کار هم بر این مبنا هست که تولید کشور ما بتونه نیازگو باشه برای امروز و برای ماهای آینده ما الحمدلله دیروز اعلام شد که اولین بخش کشور ما گندمش آماده شده داره تحویل میده و همین دیروز هم من آمار زخائر گندم رو نگاه می کردم دیدم که ما زخائر بسیار خوبی داریم برای مدتی و این نشون میده که کشور کاملا خودش رو آماده کرده اینکه من در تمام کالای اساسی دیشب من آمار رو دیدم همه کالای اساسی رو یک بار دیگه همه به دقت من آمار رو دیدم گندم، برنج، کنجاله، روغن، جو، تمام این نهادها و نیازمندی های مواد غذایی که برای ما مهمه و کالاهای اساسی است همه اینا ذخایر بسیار خوبی داشتن یعنی با اون زمانبندی که براشون مشخص شده که ذخایرشون برای ها باشه ذخایر خوبی در این زمینه دارن و من قبلا هم اعلام کردم در جلسه اقتصادی هفته گذشته ما تصمیم خوبی برای کل سال 99 اتخاذ کردیم که چگونه خریدها انجام بگیره از کجا خریدها انجام بگیره تقریبا نیازمندی های کالاهای اساسی رو تصمیمات خوبی براش اتخاذ کردیم این به معنای این است که بخش صنعت ما، بخش کشاورزی ما، بخش خدمات ما، برق ما، نفت ما، گاز ما همه بخش ها الحمدلله فعال هستند و دارن تلاش میکنن حالا بخش بهداشت درمان که معلوم بار بسیار سخت و سنگینی رو بر دوش داره در جلسه اقتصادی این هفته هم ما تصمیمات مهمی رو گرفتیم یعنی همه اون رقمی که حالا حدود صد هزار میلیارد تومانی که ما در نظر گرفتیم برای پرداخت در بعضی از موارد برای تسهیلات در بعضی از موارد تقریبا نسبت به همه اونها در جلسه اقتصادی تصمیم گرفتیم دیگه چارچوب های نامه های اجرایش تدوین میشه و عملیاتی میشه به زودی خب در حد توان کشور ما کشوری هستیم که در بعضی از امور قدم های بسیار خوبی رو ما برداشتیم یعنی اینکه ما تصمیم گرفتیم در ماه آینده انشاالله این تدوین بشه مقرراتش در ماه اردیبهشت وقتی مسئله یارانه پرداخت میشه همونجا یک اعتبار یک میلیونی هم به همه خانواده ها داده میشه که از اون یک میلیون تومان استفاده بکنن برای کالاهایی که مورد نیازشونه به تدریج ظرف 24 ماه از خود اون یارانه به تدریج کم میشه و این پول در اختیار اونها قرار میگیره کسب و کارهایی که آسیب دیدند براشون رقمی که در حدی که امکان پذیر بوده ما مد نظر قرار دادیم در صندوق بیمه بیکاری اونی که درخواست وزارت رفاه بوده ما انجام دادیم در همین جلسه اخیر همه این موارد رو تصمیم گرفتیم بنابراین در مجموع اقدامات خوبی انجام گرفته در کشور برای اینکه مردم اعتماد و اطمینان خوبی رو نسبت به زندگی و نیازمندی های ضروریشون برای ماهای آینده داشته باشن و من در همین جا قبل از اینکه به نکته مهم اقدام اصلی دوم در زمینه کرونا توضیح بدم اشاره می کنم که ما از همه مجامع بین المللی می خواهیم که در این شرایط به وظایف قانونی خودشون عمل کنن ما عضو صندوق بین المللی پولیم ما عضو بانک جهانی هستیم ما داریم سهمیه خودمون رو پرداخت میکنیم ما بخشی از زخائر ما در اختیار اونها هست و درخواستی که ما کردیم برای وام اگر بنا باشه بین ایران و کشورهای دیگر اونها تبعیزی قائل بشن خب معلومه نه برای ما قابل تحمله نه برای افکار عمومی جهان قابل تحمله بسیاری از کشورهای جهان به سراحت اعلام کردند بسیاری از اندیشمندان هم در هاشون به سراحت اعلام کردند که صندوق بین المللی باید به وظیفه خودش عمل بکنه نسبت به ملت ایران ما در طول شاید پنجاه سال گذشته از این صندوق چیزی نخواستیم حالا بعد از این همه مدت که ما عضو صندوق هستیم و حالا عضو برد هم تقریبا هستیم و این همه تلاش کردیم پول ما اونجا ذخیره بوده در این شرایط سخت اگر اونا بخوان به وظایفشون عمل نکنن خب دنیا یک قضاوت دیگری نسبت به اونها انجام خواهد داد آمریکایی ها متاسفانه همیشه یک جانب گرا بودم یعنی در طول این مدت همواره یک جانب گرایی رو ادامه دادن حالا در این مسئله این بیماری هم باز همون روند غلط خودشون رو و تفکرات نادرست خودشون رو ادامه میدن که این یک موضوع تاریخی است در تاریخ این مسئله باقی میمونه که کاخ سفید که تا حالا در مسائل اقتصادی تروریست بود از این پس در مسائل درمانی هم تروریست هست یعنی این به عنوان یک ننگ تاریخی برای هیئت حاکمه آمریکا خواهد ماند که همچنین در این شرایط فشارهای خودش رو بر ملت بزرگ ایران داره ادامه میده البته مردم ما تاباوری خوبی در طول تاریخ داشتند امروز هم دارند در آینده هم خواهند داشت و آمریکاییها اخیرا در این داستان کرونا در واقع مسوبه 2005 بهداشت جهانی رو هم نقض کردند که در این مسوبه تصریح میکنه که همه باید به هم کمک بکنند و همه باید آزاد باشند در بیماری های واگیر چگونه عمل بکنن حالا علا رغم اقدامات تروریستی که آمریکا داره ما امیدواریم با کشورهای دیگر با کشورهای دوست روابط بسیار خوبمون رو ادامه بدیم نیازمندی هایی که داریم هم در داخل ما تولید میکنیم هم از خارج خریداری میکنیم و ما در زمینه بهداشت درمان و مسائل پزشکی برای تأمین ارزشم بانک مرکزی کاملا این ارز رو تأمین میکنه و ما الان هم داریم کالاهای مورد نیاز خودمون رو وارد میکنیم و بعد هم ادامه خواهیم داد اما مسئله مهم مسئله روند جدید در مبارزه با بیماری کرونا است ما یک مرحله رو پشت سر گذاشتیم تقریبا یعنی موج اول مقابله و مبارزه با کرونا این موج از سی بهمن شروع شد اولین روزی که ما فهمیدیم به اینکه کرونا وارد کشور شده متوجه شدیم یکی دو نفر در سایه این ویروس فوت کردند و تست اونها مثبت شد ما یعنی به عنوان دولت ما از سی بهمن فهمیدیم و سی بهمن بود که وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دولت به ما اعلام کرد و ما در همون جا در همون دولت در همون جلسه دولت من به سراحت اعلام کردم که خبر رو به مردم بدید یعنی مردم باید مطلع باشن این بیماری هست آمده باید مراقبت بکنن البته اون زمان اون روزی که در سی بهمن به ما اعلام شد اول فقط در قم بود به ما اعلام شد اما بلافاصله روز بعد عراق رو هم به ما اعلام کردن ما فهمیدیم که خب از همون زمانی که ما حس کردیم هم این در قم شیوع پیدا کرده و هم از قم عبور کرده رفته وارد استانهای دیگر هم شده الانم من از استانهای مختلف که میپرسم کرونا کی وارد شد اونجا از تمام استان ها من سوال میکنم چه روزی وارد شده اونجا اکثر اونها تقریبا دو اسفند سه اسفند یک اسفند روز ورود کرونا اوناست اونا, اونا هم یه مسافری از یه جایی آمده وارد اون استان شده وارد اون شهرستان شده از همون روز ما تصمیمات لازم رو اتخاذ کردیم در این زمینه و هیچ چیز رو بر مردم عزیز ما مخفی نکردیم و اساسا در مقابل با کرونا اصل کمک مردم هست و حضور مردم در صحنه است بدون مردم ما تا اینجا هرچه هر چه موفقیت داشتیم به خاطر حضور مردم بوده به خاطر فعالیت مردم بوده اینکه شما میبینید الان در بسیاری از زمینه ها ما دست ما باز شده، شرایط بازار در زمینه مواد بهداشتی باز شده، این کار مردم بوده، کار کارگاه ها بوده، همه فعال شدن همه آمدن به میدون، اینکه ما در مواد غذایی مشکل نداریم وزارت کشاورزی ما الان پیش بینیش اینه که امسال هم باز در گندم انشاالله خود کفا خواهیم بود و محصول خوبی رو در اختیار خواهیم داشت، اینا همه تلاش کشاورزان ما هست همه دارن تلاش میکنن اینکه امسال شما میبینید بارندگی ها بعضی جاها شدید سیلاب هم هست اما خسارت اونچنانی ما نداریم خسارت جزئی است به خاطر کار بزرگی است که از پارسال تا امسال انجام گرفته اون همه کاری که ستاد بحران انجام داده استانداری ها انجام دادن لایروبی ها انجام گرفته وزارت نیرو کار کرده صدهایی که در طول این یک سال تکمیل شده به بهره رسیده خب الان ما میبینیم در خیلی از جاها سیلاب که وارد میشه موجب خوشحالی ما میشه چون صد هست جلوش ما مشکل نداریم این روزها سیلاب هایی که وارد میشه در سیستان و بلوچستان برای همه ما خوشحال کننده است برای مردم این استان خوشحال کننده است ان شاء الله ما دریاچه های ما پر میشه محیط زیست ما بهتر میشه همه خبرهای خوش این که ما میبینیم هامون هیرمند هامون صابری همه این هامون ها داره آب وارد میشه کم کم بخش بزرگی از اینها رو آب فرا گرفته ان امیدواریم بیشتر بشه این به خاطر تلاشی است که تو این یک سال انجام گرفته معمولا اثر کاری که انجام شده کمتر بیان میشه یعنی امروز باید در رسانه ها بیان بشه که امسال چرا ما آرام تریم؟ الان یه جایی باران میاد چرا ما آرام تریم؟ اولا هواشناسی ما فعالتر شده دقیق تر داره خبر میده زودتر داره خبر میده صدهای ما آماده تره اون جایی که احساس خطر می کردیم صدها رو قبلا تخلیه کردیم و خالی کردیم بسیاری از رودخونه ها لایروبی شده در این مدت همه اینها یک کار عظیمی است که مردم و همه بخش ها با هم دارن انجام میدن امروز هم در مقابل با کرونا بحث دولت نیست بحث یک پارچگی ملته من این نکته رو میخوام تاکید کنم البته رشته سخن از دست من نرفته ادامه میدم اون بحثی که شروع کرده بودم از سی بهمن به بعد و کارایی که ما ادامه دادیم امروز فاصله گذاری اجتماعی داریم و این درسته به خاطر سلامت ما اما پیوندهای ملی ما باید از هر روز دیگر محکمتر بشه نباید این فاصله اجتماعی که میگیم فاصله ملی برای ما درست کنه فاصله میان اخشار مختلف درست کنه میان جناهای مختلف درست کنه ما پیوند ملی میخواییم ما اتحاد ملی میخواییم اما فاصله اجتماعی ما الان میخواییم تا زمانی که از این مشکلات بتونیم ما عبور کنیم پس بنابراین ما با کمک همه مردم نیروهای مسلح همه بخشا هم برای تامین نیازمندی ها وارد عمل شدیم هم برای مبارزه با کرونا اینکه بعضیا میگن دولت یک زمانی تلاشش فقط مقابله با کرونا بود امروز تلاشش شده برای تامین زندگی مردم فکر میکنم دقیق بیان نمیفرمایند ما از اول تلاش ما بر این بود که هم در مقابل کرونا ایستادگی بکنیم سلامت مردم رو تعمین بکنیم هم نیازمندی های ضروری مردم تعمین بشه ما مرگ کرونایی رو قبول نداریم و باید به حداقل ممکن برسه ما مرگ از فقر و گشنگی رو هم قبول نداریم اینم معنی نداره اگر کسی بگه ای که از گشنگی بمیره این اشکال نداره از کرونا بمیره اشکال داره این بیان بیان دقیق و درستی نیست ما باید همه نیازمندی های ضروری مردم رو تعمیم بکنیم شما بگید فقط کرونا خیلی خوب برای مقابله با کرونا ما بنزین میخوایم یا نمیخوایم بگید فقط کرونا برای این مبارزه با کرونا برق میخواییم یا نمیخواییم بگید فقط کرونا برای مقابله با کرونا جان نیاز به نان داره یا نه جان بینان که نمیمونه که گشنگی خو از میره ما همه نیازمندی ها را با هم نیازمندی های ضروری البته اولویت بندی وجود داره یعنی مراحل همه یکسان نیست گاهی به هر حال در بعضی از موارد یکی رو باید فدای دیگر کرد اهم و مهم داریم اما همه امور مهمه باید مد نظر ما باشه و پیش بریم این روند شروع شد و با همه تلاش آمدیم به مقابله این کرونا و تامین نیازمندی مردم این مرحله اول و موج اول مقابله با کرونا ما تا امروز تا فردا تا جمعه ادامه پیدا میکنه شم به مرحله سختتری شروع میشه ببینید اگر ما بخوایم با یک بیماری که دارای اپیدمی هست و مشکل به وجود آورده و مصری هست اگر بخوایم بگیم همه مردم برن داخل خونه بمونن و کسی هم از خونه خارج نشه این راحت ترین کار دولته که بگه همه بیرید داخل خونه راحت ترین کار مقابله هم هست چون بهترین فاصله اجتماعی حفظ شده هیچ کس از خونه خارج نشد اولا که عملا امکان پذیر نیست که هیچ کس از خانه خارج نشود یه دی باید برم برای تولید یه دی باید برم برای نیازمندی ها یه دی باید حمل و نقل رو انجام بدن نمیشه این کار رو کرد بعدش هم به هر حال دو جور مردم داریم یه جور مردم حقوق ثابت دارند یعنی من حقوق بگیر دولتم برم سر کارم حقوق میگیرم بگن تعطیل بازم حقوق میگیرم حالا بگن مثلا کشور دو هفته تعطیل سه هفته تعطیل خب حقوق کارمندا رو که ما قطع نمی کنیم که اگر کسی این پیشنهاد بده بگه سه هفته تعطیل اون سه هفته حقوقم تعطیل ببینیم کی موافق اون وقت میگن که تعطیل باشه حقوقم صد درصد بگیریم نه 95 درصد یعنی حالا بعضی از کشورها هستن که از هفته پیش اعلام کردم 20 درصد حقوق کارمندا باید داده بشه برای مبارزه با کرونا حالا اون کشورها به هر حال این کار رو شد. ما که همچون کاری رو شروع نکردیم ما همچون کاری فعلا در دستور کار ما نیست خب همه حقوق رو به طور کامل دریافت میکنن وقتی حقوق به طور کامل دریافت میکنن به کارمند بگیم سر کار نیا خب خیلی براش سخت نیست آسونه میگه خب خب به من دستور دادم من تو خونه میمونم برا کارگری که اگر روز کار نکنه دست مزدی نداره و پولی نداره برای غذای شب او چی؟ اونو باید ما چیکار بکنیم؟ برای اون افرادی که الان کسب و کارشون تعطیل شده تو این دو ماه تقریبا تقریبا حالا فروردین هم ما میگیم حالا اواخرش هستیم فروردین و ماه اسفند این دو ماه کارشون تقریبا تعطیل شده کاری نداشتن شغلی نداشتن چکهاشون هاشون, هاشون، اجاره مغازه هاشون خیلی مشکلات داریم خب پس ما اینجا باید تلفیق کنیم دو امر رو هم سلامت مردم، هم مبارزه با کرونا، هم, هم فعالیت اجتماعی و اقتصادی در چارچوب مقررات. یادمون نره چارچوب مقررات و های پزشکی برای ما اصله. بله یه جایی ممکنه یه شغلی با پروتکل های بهداشتی سازگار نباشه مثل پر ها. ما اونجا رو الان اجازه نمیدیم تمام مشاغل پر ریسک گفتیم این بمونه برای مرحله بعدی تا ببینیم که باید چی کار بکنیم باید قابل جمع باشه معیار اینجا پروتکل های وزارت بهداشت درمانه اگر وزارت بهداشت درمان به ما گفت این کار با این پروتکل امکان پذیره ما اون انجام میدیم اگر گفت قابل جمع نیست نمیشه اصلا خب ما ترجیح میدیم ما اونجا سلامت ترجیح میدیم علت این که ما از شنبه در واقع مرحله جدید مبارزه با کرونا شروع میشه موج دوم آغاز میشه و این موج همکاری بیشتر مردم رو میخواد این موج همکاری بیشتر همه رو با هم دیگر نیاز داره و این دوره یه مقدار سختتر از دوره قبله چون ما میخواییم بیاییم فعالیت اقتصادی رو هم در حدی که امکان پذیره انجام بدیم همزمان مبارزه با کرونا رو هم انجام بدیم یعنی اون مبارزه قبلی مبارزه نشسته بود در خانه امروز مبارزه ایستاده در صحنه فعالیت اقتصادی است خب معلومه این دومی سختتره راهی جز این پیش روی ما نیست که ما این کار البته بعضی از کشورها آمدن کشور رو تفکیک کردن یعنی چند تا استانی که شرایطشون شرایط بدی بوده اونا رو قرنطینه کردن به یه معنایی اونجا سختگیری های بیشتر کردن استانهای دیگر رو باز گذاشتن ما هم البته میتونیم بعدا به تدریج این قدم ها رو برداریم هنوز زوده هنوز برای این مرحله من دیروز با استانهایی صحبت میکردم که این استانها در واقع خودشان هم می ما استانهای سفید هستیم با استانهای سفید هم هستند اما در این حال از من می که مدارس الان آغاز نشه ما گفتیم هیچ عجله نداریم برای اینکه مدارس و دانشگاه ها باز بشه ممکنه برخی از کارا فعالیت های فرهنگی ما نه تنها مدارس نه تنها دانشگاه ممکنه سینما هم همجور باشه تئاتر هم همینجور باشه خیلی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی ما باید اینجور باشه مساجد ما اینجور باشه اماکن مقدس ما اینجور باشه خیلی جاها هنوز ما باید صبر کنیم با تحمل باید جلو بریم در کسب و کار هم شرطش اینه که تمام اصول مورد مراعات قرار بگیره در این زمینه هم بهداشت درمان هم وزارت کشور کار بسیار بزرگی رو انجام دادن برای تلفیق این امور جلسات متعددی گذاشتن نیروهای مسلح تو همه موارد همکاری کردن تو این مورد هم همکاری میکنن ما برای نظارت بر اصناف و کسب و کارها قاعدتا نیاز داریم به کمک بسیج که بنا شد وزارت بهداشت درمان از نیروی بسیج استفاده کنه یه وقتی ممکنه در حمل و نقل یه وقتی ما نیاز داشته باشیم ما رو به شرایط یعنی یه اتوبوس باید 20 نفر برن داخل این اتوبوس 30 نفر برن داخل این اتوبوس خب یک صف 200 نفره ایستاده خب با نصیحت که بگیم نرید بالا ممکنه گوش نکنن اینجا ممکنه لازم باشه ما بگیم این اتوبوس ظرفیتش این مقدار مشخص شه اعلام شه اون ظرفیت که تمام بشه باید در این اتوبوس بسته بشه حالا یه نفرم ممکنه لازم باشه اونجا کمک کنه به این اتوبوس چاره ای نداریم یعنی ما باید با تلفیق این امور کارمون رو پیش ببریم و بریم جلو بنابراین در این مرحله ما سه مرحله کردیم کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی پر ریسک رو فعلا گذاشتیم کنار تا اطلاع ثانوی شهرستانها و استانها رو گفتیم از شنبه کسب و کارها با پروتکل‌ها پروتکلهای بهداشتی شروع بشه اما تهران رو باز یک هفته تاخیر انداختیم به خاطر اینکه همه شرایط ما یک شرایط درست و مهیایی باشه همونطور که وزارت بهداشت درمان ما میگه ما امروز به همدلله این بیماری رو در مرحله کنترل هستیم ما امروز استراب اونچنانی نداریم همه بخش های پزشکی ما آمادن الحمدلله به هر بیمارستانی ما زنگ میزنیم سوال میکنیم هم تخت خالی داره هم آی خالی داره این مهمه ممکنه تخت خالی باشه آی ها پر باشه اونجا ما مشکل داریم هر دو خالی داره پس بنابراین ما باید حساب شده بریم جلو مردم ما باید ما رو یاری کنن مردم ما باید کمک کنن من از مردم خاضعانه در برابر اونها تعظیم میکنم از اونها تشکر میکنم در این مدت یاری کردن کمک کردن اکثریت قاطع چهره های سیاسی هم به همدلله با سخنان بسیار خوبشون کمک کردن و انشالله روزنامه هم که بعد میاد و فعال میشه اونها هم ما ازشون انتظار داریم اونها ما رو یاری کنن کمک کنن همطوری که صدا و سیما امروز داره کمک میکنه و یاری میکنه همه همدیگر رو باید یاری کنیم این مرحله یه خورد سختتر از مرحله قبله تو این مرحله سخت ما باید قدم به قدم و حساب شده و با یاری هم بریم جلو تا انشالله به مقصد برسیم من در اینجا جا داره از همه نیروهای دیگر از قوای دیگر از نیروهای مسلح از همه اخشار مردم از همه نهادها از همه مردم و همچنین از مقام و معظم رهبری تشکر ویژه بکنم که هر جا ما نیاز به یاری داشتیم و ازشون خواستیم ما رو کمک کردن و یاری کردن و انشالله با کمک همدیگر و یاری همدیگر این مسیر رو ادامه میدیم هم سلامت مردم هم نیازمندی های ضروری مردم هم دنیا هم آخرت هم علم هم دین تفکیک در این گونه امور ناسحیه تفکیک ناپذیره اینا همه در کنار هم هستم انشالله امیدواریم ولی از امام زمان که این ایام متعلق به اوس انایتش شامل حال ما بشه و ما از انایات او بهرهمند بشیم و از دعای او و, و انشالله هرچه سریتر با کمک هم دیگر از این مرحله سخت عبور کنیم انشالله و سلام علیکم و